مبارزه یک ملت باید به دست مردم خودش صورت بگیره. بارها و بارها گفتم که حتی اگر بهترین حکومت رو در جهان به شما ملت ایران تقدیم کنن، بیگانه ها بیگانه تقدیم کنه، شما که توان نگهداری اون رو ندارید. به راستی یادم هست که بذارید یه مطلب رو بگم. یه زمانی بود که پودر تایگ رو که می خریدی توش جایزه بود و یک بانوی رهشوری، گازر میگن در پارسی، یک بانوی رهشوی یا گازر این به قول معروف جایزه رو برد. این جایزه یه هواپیما بود، یه هواپیمای یه موتوره. چه کنه با این هواپیما یک گازر؟ براستی چه کنه؟ روزنامه ها همه نوشتن ملتی که دموکراسی رو نمیشناسه مثلا نگرامی، مگر چهار تا دانشجو و چهار تا شعار به قول معروف مترقی که میشنوید اون سرزمین رو خواهند گردون؟ نه، دشمنان این سرزمین، این سرزمین رو توسط کسانی که شما حتی به حساب نمیارید، توسط کسانی که آقای پارسا اونا رو دهاتی پابرهنه کند که مدعی به قول معروف خبرنگاری هست و خردمندی، توسط اونا این جامعه تغییر میکنه. چهار تا دانشجو و کسانی که شعار مترقی میدن توی سرشون میزنن، خفتون میکنن. فکر کردی چهار تا دانشجو میتونه به قول معروف چهار تا چهار هزار تا 40,000 تا این سرزمین رو به دموکراسی، نه هموطنان گرامی، نه. مبارزه سرنگونی به این راحتی نیست، کلیدش در خارج از میهن هست، به خاطر اینکه اگر ملت ایران در خارج از میهن در کنار من قرار بگیره و من توضیح بدم که چه قوانینی برای اداره یک سرزمین لازم هست و میتونه حاکمیت یک ملت رو و عدالت اجتماعی یک ملت رو و به قول معروف آزادی یک ملت رو و دموکراسی یک ملت رو تعیین بکنه و بر طبق این قوانین اگر توانستم ملت ایران رو در خارج از میهن متحد کنم، بعد این ملت تبدیل به یک کلید دندانه دار میشه. اون وقت است که ملت ایران در درون میبینه که او 7 میلیون در خارج از میهن میگن قانون اساسی انجمن پادشاهی ایران و میگن درود بر داریوش بزرگ و میگن درود بر بهرام گور. 7 میلیون در خارج از میهن میگن میخواهیم امپراتوری ایران رو بنا کنیم، میخواهیم شاهنشاهی ایران رو بنا کنیم، میخواهیم که شاه لرستان، شاه کردستان، شاه آذربایجان، شاه بلوچستان، شاه پارس، شاه خراسان، شاه مازندران داشته باشیم. هر ملتی، هر مردمی پوزش میخوام به پادشاه خودش افتخار کنه و متحدن خواهم شاهی ایران رو تشکیل بدیم. میخواهیم که مردم آذربایجان توسط ارتش آذربایجانی از حقوقشون دفاع بشه، نه ارتش لرستان رو به جون مردم آذربایجان، ارتش کردستان رو به جون مردم خراسان، ارتش کردستان رو به جون مردم بلوچستان، ارتش بلوچ رو به نه هم وطنان گرامی. نه، سخن انجمن پادشاهی ایران به راستی متفاوت هست در تمام زمینه ها، در زمینه اقتصادی،
در زمین نظامی، در زمین فرهنگی، در زمین هر زمینی که شما تصور اون رو بکنید، سخن انجمن پادشاهی ایران متفاوت هست. و اگر این گونه با این مسائل روبرو نشیم، هرگز چیزی حل نخواهد شد. کسانی که سخن از مشروطه رو نمیدونم اینا به میون میارن، هموطنان گرامی، اینا که نمیخوان که این سرزمین اصلاح بشه. اوج در واقع شکوفایی مشروطه پادشاهی چی میگن؟ سلطنت احمدشاه بودی. اون به قول معروف چنبره آخری دیگه. مظفرالدین شاه، احمدشاه، محمد علی شاه بود. چه میخواید از مشروطه؟ تمام افتخار رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه هم لغو مشروطه بود. حالا هی برید بگید ما مشروطه طلبیم و نمیدونم حزب مشروطه، آقای داریوش همایون اعلام میکنه که رهبر حزب مشروطه. بنشین سر جاد، بنشین سر جاد. اگر شما ملت ایران به راستی غیرت این رو پیدا کردید که برای خودتون مبارزه کنید، من اینا رو میشونم سر جاشون. اینا تاریکی میرفتن، اینا از بزدلی ملت ایران و از ترس ملت ایران بهره برداری میکنن. اگه ملت ایران براستی بزدل نبود، نیازی به چراغ‌سر بیگانه نداشت که تو خیابون جمع شه و هیچ کاری انجام نده و بانگ پرچم براش درست کنن. لس آنجلسی ها اونجا نشستن و به قول معروف کیسه دوختن برای کلاه شما. بکنید، بکنید، دهنکجی کنید به ملت ایران، دهنکجی کنید به این تاریخ. گفتم که خوشبختانه دودش توی چشم خودتون هم رفت. کسانی که فکر میکردید که تموم شد، بله، فکرن بیرون و ما تمام مردم گرفتن. چی رو گرفتن؟ اومدید تو خیابونا، عکساتون رو جمهوری اسلامی داره، جرأت رفتن به ایران رو ندارید، البته جرأت مبارزه رو هم ندارید، با سخن منم تغییری نمی کنید، زیرا که تاریخ براستی این بلا رو سر شما آورده. تاریخ ملت ایران رو به مردمی ترسو و تسلیم تبدیل کرده. فشار شمشیر ناظر، فشار شمشیر ناصرالدین شاه، فشار شمشیر شاه عباس جنت مکان، فشار شمشیر چنگیز مغول تیمور لنگ که از سر گبران کوه درست کرد. بخونید تاریخ جهان گشای تاتاری رو، نوشته چه بود؟ علی یزدی. بخونید همه یه ترس شما براستی از شمشیر بیگانه بوده. ژنتیک، به گونه فرهنگی، به اسپورتی. حالا یه نفر اومده نشسته میگه آقا من این فرهنگ رو میتونم درمان کنم. یه نفر میگه آقا این فرهنگ چنانچه در واقع زخارف بیگانه و خاکستر زباله بیگانه از روش پاک بشه، فرهنگی به قول معروف قابل افتخار هست و روی جنهای تمامی ملت ایران، حتی روی جنهای فرزندان چنگیز. چنگیزی باقی نموند خوشبختانه. تیمور لنگی باقی نموند. نادرقلی براستی باقی نموند. خواجه مخنثی باقی نموند خوشبختانه. عمر تازی باقی نموند. هموطنان گرامی، آنچه که باقی مانده ملت ایران هست.